بله همونطور که دیدید با توجه به وضعیت ایتالیا و هشداری که به جهان دادن همهگیری کرونا در بریتانیا جدی شده بسیاری از کسب و کارها تعطیل شدن و خیلی از مردم نگران طبعات اقتصادی این موضوع بر معیشتشونن دیروز نخست وزیر این کشور برنامه های محافظتی ضروریش برای کم کردن از بار اقتصاد اقتصادی این ویروس بر مردم رو اعلام کرد بزرگترین گام برنامه موسوم به طرح حفاظت شغلی دولت بریتانیا در مقابله با ویروس کرونا 80 درصد حقوق،, حقوق, کسانی که به خاطر همگیری کووید 19 مجبور به خونه نشینی شدن از سوی دولت به کارفرماها پرداخت میشه تا با نگرانی کمتر هم شغلشون حفظ بشه و هم تو خونه بمونن علاوه بر این خبر اطمینان بخش دیگه برای کارفرماها اینکه توقف اخذ مالیات تا پایان ماه جوان اونم تو کشوری که به مالیات بالاش معروفه دولت به فکر گروه هایی که برای گذروندن زندگی به کمک های تامین اجتماعی اون وابسته هستن هم بوده و اون رو هم به میزان قابل توجهی افزایش داده اگه این برنامه ریزی رو با بودجه سالهای پیشتر مقایسه کنیم امسال یعنی سال مالی 2020 تا 2021 علاوه بر این میزان نقدینگی که در نظر گرفته شده هفته پیش دولت 12 میلیارد پوند دیگه برای تبعات اقتصادی کرونا اختصاص داده علاوه بر اون بسته دوم بسته دوم 20 میلیارد پوندی هم معرفی کرده همینطور طور بسته سوم 7 میلیارد پوندی برای کمک‌های تامین اجتماعی اقشار پذیر و طرح حفاظت شغلی که ممکنه به 9 میلیارد پوند هم برسه همه اینها کمتر از دو درصد از کل تولید ناخالص بریتانیا است اما این میزان در مقایسه با اقدامات باقی کشورها چه وضعیتی داره تا الان که کمی بیشتر از برنامه ایتالیا است بالاتر از کمیسیون اروپا تقریبا برابر با فرانسه و کمتر از آلمان و ایالات متحده است آمریکا قلب سرمایهداری جایی که بالاترین اقدامات حفاظتی مالی رو برای تک تک شهروندانش در برابر کرونا در نظر گرفته موضوعی که نشون میده چه اندازه تاثیرات اقتصادی کووید 19 جدیه